احمد توکلی نماینده تهران گفت که دادستان تهران به علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه خبر داده محمد شریف ملکزاده به علت تخلفات خود در شرف بازداشت قرار دارد، ولی آقای صالحی بی اعتنا به این هشدار وی را به عنوان معاون خود منصوب کرده است. آقای توکلی این اظهارات را در آستانه تقدیم طرح استیضاح وزیر امور خارجه انجام داده است، اقدامی که نمایندگان محافظه‌کار دلیل آن را انتصاب آقای ملکزاده از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اداری و مالی وزارت خارجه ذکر کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع با سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار مصاحبه ای انجام داده ایم که میشنوید. آقای میردامادی، شما فکر میکنین دلیل اینکه وزیر امور خارجه با بی‌توجهی به هشدار دادستان تهران در مورد کاندیدای معاونت وزارت خارجه خودشو در خطر استیضاح مجلس قرار داده چی میتونه باشه؟ به هر حال همچنان این جنگ قدرت بین دو جریان داخل اصولگرا به سرکردگی مجلس در واقع بی‌تردید خود مقام رهبری در سر اون جریان هست از یک سو، و از سوی دیگه آقای احمدی نژاد و آقای مشایی و بقایی و دیگر جریانی که اکنون در ادبیات سیاسی به جریان انحرافی نامیده شدن از سوی حاکمیت، این تقابل همچنان ادامه داره. یکی از آخرین پرده های این تقابل دعوا بر سر انتصاب جدید معاون اداری مالی وزارت خارجه هستش. با توجه به اینکه وزارت خارجه همیشه یکی از خاکریزهای مهمی بوده که دو جریان اصولگرا برای تصاحب وزیر و معاونین اون که ای بسا مهمتر از خود وزیر هست با هم جنگ و جدال داشتن، انتصاب آقای ملکزاده با عنوان یکی از چهره‌های نزدیک به آقای مشایی این دعوا و درگیری رو تشدید کرده و از یک طرف یک مثلثی تشکیل شده، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و مجلس که هر کدوم با ابزارها و اهرم‌هایی که دارن این انتصاب رو بهانه کردن و دارن به جریان آقای احمدی نژاد حمله میکنن. وزارت اطلاعات با توجه به اینکه در نظام اداری جمهوری اسلامی در خصوص انتصاب مقامات عالیه باید اظهار نظر میکرده، اظهار نظر منفی کرده. دستگاه قضایی هم تلاش میکنه با اهرم پرونده سازی و یا اتهاماتی که متوجه ایشون هست یا نیست و یا اتهام تراشی این انتصاب رو در تنگنا قرار بده، و مجلس هم با بحث طرح استیضاح داره مخالفت خودش رو علنی میکنه، ولی در پس پرده چیزی نیست جز یک باندبازی، جز یک تقابل، جز یک بهانه‌جویی و به چالش کشیدن جریان آقای مشایی که مجلسی ها به شدت نگران هستند که نفوذ خودش رو در دستگاه های دولتی داره گسترش میده. نماینده های استیضاح کننده وزیر امور خارجه در نامه استیضاح گفتند که در صورت انتصاب آقای ملکزاده به عنوان معاونت اداری مالی، سازمان های جاسوسی بیگانه میتونن که به سفارتخونه های ایران نفوذ کنن. از چنین عبارت تندی باید چه نتیجه‌ای گرفت؟ به هر حال معاون اداری مالی وزیر خارجه یکی از گلوگاه‌های مهم برای تعیین و انتصاب و اعزام سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف هستش. نظر او و در واقع فیلتری که او می‌گذاره خیلی می‌تونه در گستره نمایندگی‌های جمهوری اسلامی مؤثر واقع بشه. نگرانی اکثریت مجلس این هستش که با در اختیار گرفتن این گلوگاه بسیار استراتژیک و مهم ممکنه که اختیار دولت به سمت دیگه‌ای تمایل پیدا کنه و از نفوذ رهبری و اکثریت مجلس این گلوگاه مهم دولت در بیاد. ولی حالا بهانه هایی رو که مطرح میکنن به نظر میرسه که جز یک اتهامات بی‌مبنا چیزی نباشه، به همون میزان که آقای ملکزاده و آقای مشایی و دیگران به چارچوب جمهوری اسلامی و ولایت فقیه معتقد بودند و ملتزم هستند، به همون میزان آقای احمد توکلی و سایر دوستانشون در مجلس بودند و صرفا یک دعوا و یقه کشی سیاسی است که ها چون وزارت خارجه هست و چون با امور خارجه مرتبط هست و مسئله جاسوسی و ارتباط دیپلمات ها و اینها هم میچسبه به این مقام و مسئولیت، این رو مطرح میکنن، در حالی که من بعید میدونم این اتهام وارد باشه. بی تردید سر تصاحب بیشتر قدرت در داخل دولت هستش که
این خاکریز جنگ و جدال خونین رو بین دولتی ها و بین مجلسی ها که در واقع به رهبری و سرکردگی خود مقام رهبری هست رو در پیش رو قرار داده و چیز دیگه ای نیست. متشکرم آقای میردامادی.